ده تن از شهروندان کابل در اعتراض به قتل فرخنده در جاده شاه دوشمشیره راهپیمایی کرده و خواهان مجازات عاملان قتل وی شدند. آنان در حالی که بر محکمه علنی عاملان قتل بانو فرخنده تاکید کردند میگویند که زنان افغانستان دیگر در مقابل ظلم و وحشت سکوت نخواهند کرد. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای حکومت را به بی‌تفاوتی و نیروهای پلیس را به سهل‌انگاری در برابر این قضیه متهم کردند. همزمان در هرات نیز تظاهراتی در محکومیت این رویداد برگزار شده است. خشونت دیگر بس است. ما خواهان محاکمه عاملین قتل فرخنده هستیم و مساجد را از جادوگران پاک کنید. شعارهایی است که امروز در کابل، مزار شریف و هرات از سوی مردم در واکنش به قتل فرخنده سر داده شد. در تجمعات اعتراضی مردم تظاهرات کنندگان خواهان دادخواهی در قبال این قتل شدند. خشونت دیگر بس است. خشونت دیگر بس است. فرخنده خواهر ما بود. فرخنده پنجشنبه در شاه دوشمشیره به ظن آتش زدن قرآن کریم از سوی شماری به صورت بی‌رحمانه به قتل رسید و سپس این افراد جسد او را آتش زدند. در کلیپ هایی که از وی در دنیای مجازی به نشر رسیده او این اتهام را رد کرده است، اما حرف هایش مورد پذیرش کسانی که قصد حمله به او را داشتن واقع نشد و او را به قتل رساندند. در کابل در محل قتل او تظاهر کنندگان درختی به رسم یادبود کاشتند. فرخنده هفته پیش توسط گروهی از مردان خشمگین در مرکز شهر کابل کشته و جسدش سوزانده شد. خبرنگار ما بهار جویا از کابل گزارش می‌دهد. آرامگاه فرخنده با گلهای تازه پوشیده شده و محل کشتن و سوختنش با کاشتن درخت یاد بودش. ما خواهان انتقام فرخنده هستیم. یک شب پس از خاکسپاریش ده ها زن و دختر در کابل جمع آمدند. آنها با نقاب تصویر او خودشان را فرخنده خواندند. خواستشان هم عدالت و پایمال نشدن خون فرخنده است. اینجا گرد آمدیم تا خواهان محاکمه کسایی شویم که فرخنده را به قتل رساندند. گوشت های زیاده درخت ها بند شوند، نمورند، القنه شوند، بلکه بند شوند تا هر زن افغانی که ستم دیده، رنج دیده، ایرا گوشتش به انبور پلاس بکنه تا دردی که فرخنده کنده از دلش بیاید. آبران این جاده هر روز به صورت عادی از این جاده می گذشتند، ولی حالا اینجا برای همه محل سوگواری است. آنها اینجا می ایستند، شم می افروزند و می خواهند یاد زنی را گرامی بدارند که با قساوت قلبی کشته شد. چشمهای بسیاری هنوز پرسشگر است که چرا و به چه حکمی شماری دست به این کار زدند. امروز وزیر داخلی افغانستان نیز برای پاسخ به این پرسش ها به پارلمان فراخوانده شد. در اینجا محلی که فرخنده هفته پیش کشته شد و سوزانده شد، فعالان حقوق مدنی و حقوق زن گرد آمدند تا برایش دادخواهی کنند. ده ها فرخنده نقاب پوش فریاد من فرخنده هم سر دادند. تصاویر ویدیویی جریان کشته شدن فرخنده به صورت گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و موج اعتراض ها در داخل و فراتر از کشور گسترش می یابد. افغان های مقیم کشورهای دیگر از هند، ترکیه، آلمان، قزاقستان تا بریتانیا با افروختن شمع همبستگی خود را با خانواده فرخنده ابراز می کنند و انزجارشان را از آنچه در حق او انجام شده است. اینجا به نام دین و خدا می کشند. شکیب مصدق و عبدالله نوری دو آوازخوان افغان با تنظیم سرودی به جمع حامیان فرخنده و دایی دوستدارانش برای اجرای عدالت پیوستند. مظلوم و بی‌گناه و صدا می‌کشند مرا. شماری از فعالان مدنی و نهادهای مدافع از حقوق زن امروز در کابل با راه اندازی تظاهرات گسترده خواستار اعدام عاملان قتل فرخنده شده. تاکید دارند که عاملان قتل این بانو از سوی مقامهای ارشد دولتی حمایت شده و این مقامها باید به کیفر برسند. تظاهر کنندگان از توجیه سوزاندن فرخنده از سوی شماری از علمای دینی و مسئولان دولت افغانستان به شدت انتقاد کرده، هشدار می‌دهند تا زمانی که قاتلان فرخنده در محضر عام اعدام نشوند دست از تظاهرات بر نخواهند داشت. فاد ناصری این گزارش را تهیه کرده است. زنان خشمگین با سر دادن این شعار
خواستار اجرایی شدن عدالت و به دادگاه کشاندن عاملان قتل فرخنده شدند. مظاهره کنندگان قتل فرخنده را که با لگد و چوب کشته شد و با آتش کشیده شد لکه ننگین بر جبین حکومت می دانند. آنان می گویند کسانی که فرخنده را با هزاران حرف ناگفته به کام مرگ بردند باید در محضر مردم بدار آویخته شوند. ما خواستار نمیستیم کل ایشان باید اعدام شوند. نه تنها اینا، او کسایی که پشت سر اینا را حمایت میکنه باید اونا اعدام شوند که هنوز هم اونا در قدرت هستن. کسای قاتلین فرخنده بودن. ما باور به این نداریم که بخیز چهار تا معتاد حکومت فاسد بیاره بگویم اینا در قتل فرخنده. ما میگیم باید که کلان رهبرای از اینا افشا شود. و این بدون حضور یا بدون وجود و رهبرای کلان که زیر نام اسلام، زیر نام دموکراسی حتی بزرگترین جنایات میکنه امکان پذیر نیست. این پشت سر از دست سیاسی است. در گرفته ایم نکنید، مرا در بدید، مرا بکشید، مرا بکشید. اما معجه دانستن قتل فرخنده از سوی شمار از مقامهای دولت افغانستان و علمای دینی این تظاهر کنندگان را بیشتر خشمگین ساخته و آنان خواستار محاکمه و برکناری زود هنگام این افراد هستند. به باور آنان افرادی که هنوز هم بیشترین قدرت را در نهادهای دولتی دارند از قاتلان فرخنده حمایت می کنند و باید نقاب از چهره آنان برداشته شود. این تظاهر کنندگان همچنان برای جاویدان ماندن خاطره های فرخنده نهال را در جایی که وی با آتش زده شده بود غرس کردند. سر جنایتکارایی که در رده های بلند دولت نشسته اینا باید خلق قدرت شوند، اینا باید به دید دار محکمه کشانده شوند، اینا اسمی که فرخنده را با آتش زدن اینا باید به اون شکل مردم ما تصمیم بگیرند که چی نوع محکمه از اینا را میخواین. اون پلیسای ازی که خودشان مزدور هستن و چشم پنهان در موجه تماشا میکردن باید اونا در مسار عام ادام شوند، نه او که در پناه زیاد دوستان برند، پناه عبدالله برند، پناه اشرف غنی برند، او را ما نمیخواییم بلکه به دست خود ما بودند. ما برای مسار عام او را ادام میکنیم.